بیماری قلبی عمده ترین دلیل مرگ در آمریکاست. بیماری عروق کرونر عموما در بزرگسالان چاق رخ می‌دهد و درمان آن بسیار مشکل است. پژوهشگران در حال بررسی دارویی هستند که در خارج از آمریکا برای کاهش وزن تایید شده است و می‌خواهند بدانند آیا این دارو به کاهش پیشرفت بیماری قلبی نیز کمک می‌کند یا خیر. تا کنون نتایج به نظر امیدوارکننده می‌رسد. گزارشی داریم در این مورد. جوزف نواک یکی از هزاران آمریکایی است که با بیماری قلبی در جدال است. وضعیت پلاک‌ها یا صفحات تشکیل شده در شریان‌های کرونر قلبی او آنقدر وخیم بود که او 2 سال پیش برای جراحی قلبی بستری شد. من بستری شدم چون حین تست ورزش قش کردم. نواک در نخستین آزمایش بالینی از نوع خود شرکت جست که در آن پژوهشگران تأثیر داروی کاهش وزن ریمانابند را که در خارج آمریکا تایید شده است بر کند کردن پیشرفت بیماری عروق کرونر قلبی بررسی کردند. ما اینجا سوسویی از امید داریم. دکتر استیون نیسن از کلیولند کلینیک توضیح می‌دهد که این مطالعه بیش از 800 بیمار با چاقی شکمی و سابقه بیماری قلبی را بررسی می‌کند. نیمی از آنها به مدت 18 ماه 20 میلی گرم ریمانابند در روز دریافت کردند. گروه دیگر دارونما دریافت کردند. یافته پژوهشگران به نظر امیدوارکننده می‌رسد. ما تشکیل صفحات عروقی کمتری در گروه دریافت کننده دارو دیدیم. محققین همچنین فواید بهداشتی دیگری نیز مشاهده کردند. نه تنها وزن شرکت کنندگان کاهش پیدا کرد و کلسترول خوب آنها بهبود یافت، بلکه افراد مبتلا به دیابت نیز تا حدی بهبود یافتند. در حالی که بسیاری از نتایج به نظر مثبت می‌رسند، پژوهشگران امید داشتند تشکیل صفحات عروقی حتی کمتر باشد. آنها بر این باورند اگر شرکت کنندگان به مدت طولانی‌تری دارو را مصرف می‌کردند، این امر محقق می‌شد. به نظر می‌رسد شیوه‌های کاهش وزن تدابیر مؤثری در درمان بیماران قلبی باشد، اما باید مطالعات بیشتری انجام نهیم. جوزف نواک فکر می‌کند دارو را دریافت کرد و نه دارونما. او در مورد احساس خود می‌گوید: انرژی بیشتر، احساس بهتری داشتم. او در طول مطالعه 9 کیلوگرم وزن کم کرد و پزشکش می‌گوید شریان‌های او وضع بهتری دارد.